خب دوستان خسته نباشید. برای پرده آخر مصاحبه اختصاصی با آقای ارفان قانعی‌فرد کلاب هاوس پارسی انجام داده در مورد همین مصاحبه آقای زیبا کلام و خب به تبعش حواشی که به وجود اومده و ما سعی کردیم که مهمترین سوالاتی که من دیدم حالا چه در کامنت ها چه در فضای مجازی موجود هست از آقای قانعی‌فرد مطرح بکنم. با هم دیگه بریم گوش بکنیم، امیدوارم که پس از شنیدنش مورد رضایتتون واقع بشه. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قانعی‌فرد و تشکر میکنم مثل همیشه با آغوش باز پذیرفتید که وقت شریفتون در اختیار کلاب هاوس پارسی قرار بدید. من یک راست میرم سر اصل مطلب و اون هم مربوط به ویدیویی هستش که از صادق زیبا کلام منتشر شده توسط اولین بار تصور میکنم توسط مدیر تلویزیون من و تو آقای عباسی این اتفاق افتاد و باید هم قاعدتا دیده باشید، مربوط به دوران زندان ایشون که از سال 53 تا 55 بود و خب در اونجا صحبتهایی انجام میدن و ارتباطاتی که با حساب کمونیستی و اینها داشتن. یه پاسخی بعد آیه زیبا کلام وقتی به هر حال جنجالی شد این صحبتاش در کانال تلگرامش منتشر میکنه و به دو سه تا نکته و حتی اون پاسخ واقعا شرم‌آور آیه قانعی‌فرد، نمیدونم گوش کردید یا نه، اما در جایی برای اینکه فرار رو به جلو بکنه بیان میکنه که اساسا برای جرم‌هایی که حالا با ایزی با کلام در اون تاریخ منتسب کرده بودن 3 تا 5 سال حبس نمیدن و اون موقع یا اعدام میکردند برای چنین جرم هایی، یعنی ارتباطات با گروه های تروریستی، یا حبس ابد میدادن. البته ما میتونیم افراد خیلی زیادی رو مثال بزنیم که جرم های بزرگتری انجام دادن و نهایتا 7-8 سال زندان رفتن در دوران محمد رضا شاه فقید و بیرون اومدن. اما شما به عنوان یک مورخ و به عنوان کسی که تاریخ معاصر رو بسیار روش کار کردید، میخوام هم در مورد نوع احکامی که در اون زمان صادر میشده یه صحبت کوتاهی بفرمایید و اگر مثالی هم در مورد افرادی که اون زمان به هر حال کارهای تروریستی اینها انجام میدادن و چند سال حکم گرفتن و بیرون اومدن، یه مثالی هم اگر در ذهنتون هست بفرمایید. عرض ادب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از محبت شما. من این شخص رو در عمرم یه بار بیشتر ندیدم، اصلا نمیشناختم. یک مراسمی بود که ایشون رو دیدم در ایران، مربوط به حدود 20 سال پیش میشه و چون انسان هوچی و حرافیه تمایلی به دنبال کردنش نداشتم، چون من گرایش فکریم به اصطلاح پادشاهی خواهه، ایشون گرایش فکریش به اصطلاح طلب داخل حکومتیه، پس بنابراین یعنی 180 درجه با متفاوت هستیم. من خواهان برانداختن رژیم ملام، ایشون خواهان اصلاح توخش ملاست که غیر قابل اجراست در عمل. این از نظر شناختی و انسانیست که حرفهاش در کنار هوچیگری بسیار کم مایه و فاقد ارزش علمی است و راجع به همه چیز حرف میزنند. مثلا این نکته است که به هر حال در جهان سوم رسانه باعث میشه شخصیت هایی مطرح بشن که جایگاه و پایگاهی از نظر علمی ندارن و واقعا ایشون حرف های بسیار کم مایه، سست و بی ربط رو در نوشته ها و گفتارشون به وفور هست. حالا من راجع به ایشون اول صحبت میکنم، بعد 4 تا مثال هم میزنم که در تاریخ معاصر شنونده ها برن و دنبال کنن این مسئله. اولیش، فعالیت های تروریستی چه تبلیغ چه عمل وقتی در کشوری صورت میگیره، شخص مهمان رو پلیس به اصطلاح مبارزه با خرابکاری یا تروریسم اون کشور میاد به کشور مقصد به کشور مبدا خبر میده. در انگلستان کار به جایی رسیده که اسکاتلند یارد که الان کم کم به متروپولیتن مشهور شده به ساواک خبر میده و لیست اسامی رو میده و جالبش به اینه که ساواک وقتی گزارش میدن به ترانشا ایشون متعجب میشه که مگر روال حکومت تغییر کرده که از طریق MI6 یا MI5 به صدا خبر نیومده و اینا.
و بعد ساواک یک مصاحبه های رو ترتیب داده که در تلویزیون ملی پخش شده، مثل مثلا سیاوش پارسانژاد که در کنفرانس ساواک در 26 اردیبهشت 49 برگزار شد. ساواک چرا باید کسی رو وادار بکنه انگلیسی حرف بزنه؟ خب فارسی حرف میزد و اون رو پخش میکردی. و یک زندانی محکوم بوده به تبلیغ تروریسم اسلامی، سرحال قبراق میشه جلو دوربین و لاتایلات میگه به خاطر اینکه زودتر آزاد شه، خودشیرینی بکنه و بپره بیرون. و این مجرم با تقاضای خودش، بنا به صحبت هایی که من پرسیدم از افراد ساواک، جلو دوربین رفته، قیافش یک ذره نشان تحمل فشار نداره و این ادعای اعتراف اجباری کذب محض هست. ضمن ادای احترام به زندانیان سیاسی، ضمن ادای احترام به افرادی که در ایدئولوژی و تفکر خودشون حاضر به اصطلاح تحمل سختی ها بودن، واقعا این مسئله راجب ایشون مستاق نداره و ایشون چون یک هوچیست میاد و این صحبت ها رو میکنه. حالا شاید برای شنونده ها جذاب باشه که ساواک هر وقت میخواست یک خبری تو شهر بپیچه از دو نفر استفاده میکرد، یکی احسان نراقی، یکی داریوش فروهر. الان هم باند رفسنجانی از کولیبازی و یک به اصطلاح پرچانگی یک قالطاق استفاده میکنه و اینو پخش میکنه. حالا من یه توییت هم زدم، حتی پلیس انگلستان هم منشن کردم تا مردم متوجه بشن که سفسطه بازی یک حراف آبرو باخته محلی از اعراب نداره. حالا یه خرابکار مجرم میاد تو نوشته هاش یا طرفدار مصدق السلطنه است، یا طرفدار بازرگان خالق مجاهدین خلقه، یا طرفدار چمران فعال گروه تروریستی، یا طرفدار قاسم سلیمانی تروریسته، یا برای روحانی از این ده به اون ده، از این شهر به اون شهر میره تبلیغ میکنه، کسی که دستش به خون آغشته است، اون وقت میاد عداوتوار در میاره که آقا من بلد نیستم اسلحه دستم بگیرم، ولی من حاضرم برای حفظ رژیم ملا مردم رو هم بکشم. خب باید همچین موجود بیمار فکری چرا باید باور کرد به حرفاش؟ حالا بریم سر سند. در کتاب وحشت بزرگ خودم که بعد از 11 سال بعد از کتاب در دامگه حادثه گفتگوی بنده با جناب پرویز ثابتی رئیس امنیت داخلی ساواک شد، بعد از 11 سال کتاب وحشت بزرگم منتشر شد، توی اون کتاب من چند تا سند آوردم. یکی از این سندها اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی غرب هست از کمک معمر قذافی و یاسر عرفات به خمینی، و این رو مثلا نشریه Facts on File در 31 دسامبر 1978 منتشر کرده. رادیو پیک ایران که یک رادیویی بود مخفی ضد شاه ایران و توسط کمونیست‌های وابسته به شوروی یا به عبارت حزب توده فعالیت میکرد، در اونجا اینها اومده. و جالبیش به اینه که در داخل ایران یک کتابی هست مال باقر عاقلی جلد 2 صفحه 316 12 بهمن 55، همین رادیو پیک ایران از بلغارستان که بعداً رفت لیبی، اونجا اعلام میکنه این مسئله کمک معمر قذافی و یاسر عرفات به ایران رو. این یکی از سند ها. سند دو، فاش شدن رابطه فلسطینی ها با انقلابیون ایرانی به اصطلاح در کیهان اول بهمن 57 منتشر شده که در اونجا همین اسوسییتد پرس مصاحبه میکنه با احمد جبریل تروریست فلسطینی که اونجا میگه که در دهه 1970 ده ها نفر از این رهبران مثلا انقلابی توسط این گروه تروریستی آموزش داده شده و مسلح شده. همین علی جنتی که وزیر ارشاد اسلامی کابینه روحانی بود، خاطرات در ایران منتشر کرده. تو اون خاطرات خودش نوشته که رفتن فلسطین و کمپای فلسطینی و دوره تروریستی دیدن. دوباره یاسر عرفات در اهواز
که کیهان تهران شنبه 5 اسفند 57 صفحه 2 منتشر کرده. یاسر عرفات در اهواز در کنار یه تروریستی به اسم مسعود رجوی اومده و میگه که به اصطلاح روابطشون با خمینی چطوری هست و این نهضت خمینی نمیدونم ضربه ایست بر دهان امریکا و از این حرف. حالا برحال شنونده ها برن این روز رو ببینید. یا آخریش ارتباط تروریست های ایرانی و تروریست های بین‌المللی رسماً تو کیهان تهران شماره 10667 دوشنبه 6 فروردین 58 صفحه 3 محمد البصری یکی از رهبران جناح انقلابی مراکش که میاد و صحبت میکنه و مصاحبه میکنه و بعد میگه که ما در 1970 در اردوگاه های چریکی فلسطینی از اروپا رابطه داشتیم با مجاهدین خلق. خب این 4 تا سند 5 تا سند بود و یکی از سنداش هم همین محمد توسلی رئیس فعلی نهضت مثلا آزادی در ایران هست که خودش دوباره در مصاحبه هاش چندین مصاحبه میاد میگه که من اومدم و به اصطلاح رفتم کشورهای حوزه عربی و آموزش تروریستی دیدن و غیر وزانی. اینها مثال هاییست که غیر قابل باور هست، ولی یک شخصی مثل زیبا کلام چون رسانه در اختیارش هست و چون به باند رفسنجانی به اصطلاح وصل هست میاد و در رسانه ها مرتبا تفکر 57 رو تبلیغ میکنه. شما روزنامه مردم سالاری شماره 452 ابراهیم یزدی در 12 مرداد 82 خودش داره میگه که قبل از تأسیس مجاهدین خلق ایشون رفته یه دفترچه نوشته آموزش آشوب، آدمکشی و فن چریکی، تروریسم، مبارزه با پلیس، سازماندهی و غیره. خودش اینو نوشته، من و شما که ننوشته. و حالا صادق زیبا کلام با جعل تاریخ، با غیر قابل به اصطلاح باور کردن یک سری حرف هایی، 4 جهت جغرافیای اصلی مغز ایشون همین چیز هست. بازرگان مصدق قاسم سلیمانی خمینی این هست مصدق و با اینا جوان ها رو فریب میده. و انتشار این فیلم به نظرم هیچ ربطی به زندانی سیاسی و آرمان و نمیدونم اعتراف اجباری و اینا نداشت. نه، یک سندی بود نشانگر یک شارلاتان که در پشت رسانه ها پشت اسامی قایم شده بود و حالا به اصطلاح شخصیت واقعیش روشن شد و تو تلویزیون کانال 1 هم خودش بارها و بارها به این چهره ها اشاره کرده بود، مصاحبه کرده بود و در نتیجه میخواد از خودش قهرمان بسازه. اون به خودش مربوطه، ولی فکر نمی کرد که به اصطلاح همچین ویدیویی وجود داشته باشه و غیره. و مرتباً دروغ‌ها و اباطیل رو راجع به شاه فقید، راجع به اصطلاح کودتای 25 مرداد و اینها بیان میکنه و اگر کسی به ایشون به اصطلاح نکته ای رو بگه مثل کتاب کشف الاسرار خمینی شروع میکنه به فحاشی کردن، اهانت کردن، توهین کردن که نمونهش در همین مثلا پاسخیه که داده و کلی به شهریار ایران شاهزاده اهانت هایی کرده که این اهانت ها شایسته و بایسته نیست. و به هر حال این نظر بنده از نسبت بهش. بله خیلی ممنون. من قسمت دوم سال اولم رو میخوام طور دیگری ازتون مجددا بپرسم. آقای خانه‌ای فرد، خیلی از کسایی که واقعا علاقه هم دارن به خاندان پهلوی وقتی انتقاد میخوان به مشی سیاسی محمد رضا شاه فقید بکنن میگن که محمد رضا شاه فقید با مشت آهنین با این تروریست های سال 57 برخورد نکرد و به حال این شد که ما میبینیم و وضعیت مملکت الان متاسفانه به اینجا رسید و اگر اون برخورد رو میکرد ما چنین وضعیتی نداشتیم. به صادق زیبا کلام وقتی برمیگردیم که گفته یا این دروغ که میگه برای جرم هایی مثل جرم من یا اعدام میدادن در اون زمان
یا نهایتا حبس ابد، ما میبینیم که به نوع این انتقاد از یه منظر، این انتقادی که از محمد رضا شاه فقید میکنن درسته، چون اگر واقعا قرار بود دانشجو همین برخورد بکنه همسال زیبا کردن ها اساسا زنده نبودن. و شما اگر فرد افراد خاصی رو به خاطر میارید که جرم های تروریستی انجام دادن و زنده ماندن و نهایتا 7-8 سال حبس گرفتن، اگه چند تاشون رو نام ببرید و اینکه اساسا در اون زمان برای جرم های این چنینی چه احکامی صادر می شده و یا برای چه جرم هایی بهتر بگم اعدام یا حبس ابد صادر می شده؟ حس کنم این قسمت سوالتون رو من خواستم در برم، ولی دوباره منو آوردین گوشه رینگ به خاطر اینکه این حقوقیان باید جواب بده. نه همه تاریخی مثلا اینکه از اون آدم هایی که دستگیر شده بود برای حزب توده دستگیر شده بود و فعالیت های حزب توده بخش کمیته ایالتی کردستان یعنی کاک داردست قاسم رو بود به اسم غنی بلویان، هیچ رفتی به کرد کردستان نداشت. بعد ها من از خودش پرسیدم البته و یه چیزی هم به اسم خاطرات ازش تو ایران منتشر شده که داردش رفته بود هوا که من این رو نبستم و پرانی من رو کنه اینا به خاطر حزب توده دستگیر شده بود، ولی اومده بود بیرون بود من به خاطر کرد کردستان دستگیر شدم، مثلا این که از اونش شالتان بازی ها بود. یا عزت شاهی یه تروریستی بود که مثلا دفتر هواپیمایی الال رو منتشر کرد در تهران و حتی در زندان تو کنم زندان قصر یا اشتباه نکرده باشن، اگر هم اشتباه هست از بنده است، ولی تو حافظم اینه که ایشون رو خواست تو غذای زندان سیاسی سم بریزه و بعد بندازن گردن اسکاوال. مثلا خب ایشون دستگیر شده به خاطر کار تروریستی و بعدش آزاد شد. به مثلا خود مسعود رجوی که آزاد شد و ساواک، من توی که از این ساواک با یکی از این مدیران ساواک گفتش که یه صحابی و بازرگان رو دعوت کردن با احترام عزت احترام بهش گفتن که میشه مجاهدین خلق رو ساکت کنید آرام کنید این جوان ها مثلا کشته نشن و اینا، بعد بازرگان صداش رو برده بالا یعنی با حالت خیلی بیادبانه صحبت کرده و اون مدیر سالای کاری بسی گفته که با احترام با شما صحبت میدنید تا آخر جلسه حرمت خود رو نگه دارید و در نتیجه اینطوری میتونید با صدای بلند صحبت کنید. خیلی ها در دادگاه به خاطر اینکه میخواستن حساسیت ایجاد نشه، میخواستن جوانن خونگرمن فلانن اینا، و بعد سیاست ارفاقی و تحبیبی میشه گفت ازش استفاده کردن. اگر نه مقاید یک تروریست شاید اگه الان شما در نظر بگیرید و بسیاری از شما همون لحظه شون رو سر صحنه با فعالیت های تروریستی حسب میکنن. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی زرقاوی یه هواپیما بود در بالا آسمون زدن و مفاجئه کردن با چند نفر دیگه همراهش که اونها رو بیگناه بودن واقعا، مثلا مهماندار هواپیما یا هرچی، ولی واقعا یک تروریست رو از بین بردن. هیچی مثلا اگه الان با قوانین فعلی ضد تروریسم الان با اونها برخورد میشد هیچ کدومشون زنده نبودن، ولی خب متاسفانه این مرحای خوشخص و فعال روبرو شده بودن با مهربانی، با شفقت، با دلرحمی شاه فقید ایران که باورش بر این بوده که اینها انسانهای به اصطلاح فرزندان وطن هستن و بهشون فرصت داد و به اصطلاح خیلی خشونت به خرج داده نشه. و خب به هر حال اینها 57 ها کار خودشون رو دارن. مثلا حالا شما هایی بفرمایید که دوتا چند تا زندانی خطرناک از اوین روز پنجشنبه جمعه روز جمعه اومدن منتقلش بکنن به یک زندان دیگه وسط راه نقشه فرار میچینن توی اتوبان فرار میکنن، بعد مأمور ایست میده جواب نمیدن و خب کشته میشن شما بنا به هرچی. بعد اینا مجرم تروریست بودن مثل جزنی و بعد خب تو موقع این سازمان یک خط یک بیانیه یک نوشته نداشته و
بعد سال 57 یکی از این مامورای سوابق رو میترسونن و لازمه تو دستگیری میگن تو اگه این اعتراف رو بکنی مثلا آزاد رو بکنی اون چرا آمده این اعتراف رو بیرخش بکرده. از اون موقع تا حالا یه داستان رو درست بندن تپه های ایمین چیه ولدو تو تجویب مثلا تیلبارون شدن. خب الان نسل جدید هم میگردی بودی خوب بکرک آخه چند تا تلویز که اون دادن بمبگذاری کردن مردم رو بکشتن تشویق یا سلحانی کردن ثمرش چی بود؟ الان شما در سال 57 چه دست گولی به سر مردم ایران زدین؟ عملا هیچ. و اینجاست که ما هزیانگویی رو در امثال این معلم دانشگاه به اسم سال کاذب زشت کلام نمیبینیم، بلکه در امثال فیلسوفنکای دیگه هم میبینیم که دارای بیماری پهلوی حراسی و پهلوی ستیزی هم. همین حسین حاج فراج دباغ به اصطلاح عبدالکریم سروش در دفاع از مصدق السلطنه همین دیروز پیروز یه ویدیو داده بیرون، کسیه که تاریک فکر اصلاح طلبیه که شیفته سواد خمینیه، میگه در قرون تاریخ ایران ما هیچ حاکمی مثل خمینی با سواد نداشتیم. خودش داره میگه آقای خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد. شما فقط کافیست که استقبال از او رو ببینید و بدرقه از او رو وقتی که مرد. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری رو نداریم که این طور تو دل مردم جا داشته باشه. شاه که هیچی، پدر جد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی رو نمیدیده. خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون. از ایام اولیه حکومت هخامنشیان، پادشاهانی که ما داشتیم تا روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی رسید. اون میخوان از انرژی هستی استفاده کنن. آقا چرا؟ نه میشه لحظی دولت میکرد فرد انرژی هستی میخواد استفاده کنن بعدها یا استفاده از نه لازم این از حال دیگه استفاده این آقالا هستی میگنن این پسیدی تو رابون نگن این تو همون رعیت میگرد بسید رو نگه این مردم بسید حتی نجف هم بسید رو نگه اروپا هم بسید رو نگه بسید این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بود چرا نفتی رو همچه روشن کنید شما خود از خورشید قدرت بگیرید این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقفال مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که برن میکنن برای این است که اینا نگاهش داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا خمینی گفت اقتصاد مال خره است، این مثلا نشانه دانشمندی خمینی است. و همین شخص بازجوی اوین بود. تو به صحبت جناب منزوی نسخه شناس که البته من اینو در صدای امریکا 12 سال پیش گفتم، همین شخص کسیه که من مجری عطر محمدی بوده در انقلاب فرهنگی. اینا نکاتیه که من فکر میکنم باید نسل جدید آگاه باشه و بدونه این ماجراها رو. و بهترینه که نکته به نکته این فاجعه در تاریخ ما بررسی بشه. بله، من افندون سوال آخر رو ازتون میپرسم و دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیریم. عادتا در این یک سالی که از انقلاب مهسا گذشته ما خودمون چندی ما رو با همدیگه مصاحبه کردیم و من دیدم بارها شما و کسای دیگری که به هر حال ثابت کردن که چقدر عاشق ایران هم و دل در گروه نام ایران و عزت ایران دارن، با جماعت تجزیه طلب و کسانی که حتی از نام ملت ایران و از نام ایران وحشت دارن و نفرت حتی دارن بارها در موردشون صحبت کردی. در این صحبت زیبا کلام ما میبینیم برای اینکه به اصطلاح بخواد اون اعترافات خودش رو به نوعی توجیه بکنه و این فرار به جلوش رو یک جامعه منطقی به خودش بپوشونه و اومد گفتش که این قومیت های ایرانی رو در مقابل شاهزاده رضا پهلوی و سایر ملی‌گرایان قرار داد و گفت که در فردای ایران بدون جمهوری اسلامی شما با جماعتی طرفید، یعنی قومیت های ایران با جماعتی طرفند که هیچ حق و حقوقی براشون قائل نیستن و همین بلایی که الان بر سر من میارن بر سر شماها خواهند آورد. ما میبینیم که این جماعت تجزیه طلب هم دقیقاً همین سناریوی
زیبا کلام رو به صورت دیگری در این یک سال به کار بردن. در این مورد میخواستم یعنی پیوندهای این جماعت اصلاح طلب و حتی تجزیه طلب وقتی پای منافع خودشون میرسه و بحث نفرتی که از ملیگرایان و طرفداران خاندان پهلوی حتی دارن، میخواستم در این مورد کمی هم صحبت کنید به عنوان سوال آخر. عرض کنم شارلاتانی و شیادی در تیکه تیکه تاریخ معاصر ما وجود داره. یکی از اونها شاه فقید در سال 1976 که قرارداد الجزایر بود، در 1961 اینا، یعنی حدودا 14 سال قبلش، شاه فقید اومد حرکت مسلحانی کردها در عراق رو دوست کرد و با کمک سالاک و مرحوم پاکروان یکی از طراحان این قضیه و که به کردها کمک بشه علیه حکومت وقت عراق، تحت فشارش قرار بدن که اروند رو به رسمیت شناخته بشه و شد و قرار به الجزایر هم بعدن بسته شد. همین بارزانی تمام کمک هایی که شاه فقید بهش کرد و بعد به خاطر انسان دوستی ایشون رو وارد کشور کرد، حتی در روزنامه اطلاعات یا کیهان با همین آقای امیر طاهری مصاحبه میکنه و میگه مأموریت من تمام شد و خودش رو خالص و مخلص شاه نشون میده. بعد سرطان گرفت، رفت شاه دستور داد به بهترین کلینیک امریکا ببرنش، در حالی که در ایران قابل معالجه بود. بعد چند روز قبلش نامه میفرسته توسط جمشید امانی، مأمور سابق در امریکا و مأمور مخصوص جناب حسن پاکروان که تو من با ایشون مصاحبه داشتم، بعد صحبت میکنه که اجازه بدید به من سرباز بدین، پول بدین، من برم این انقلابیون رو سرکوب کنم. و شاه فقید بهش میگه که نه، شما به اصطلاح به بیماریتون بپردازید و فلان. و بعد همین شخص میاد و عنوان میکنه که به اصطلاح وقتی که شاه فقید از ایران خارج میشه، میاد و اون مصاحبه رو میکنه که شاه کردها رو فروخت. این جز شارلاتانی چیز دیگه نیست و اولین همپیمان به اصطلاح این افراد با خمینی فرزندان بارزانی هستند. این زیبا کلام خالص و مخلص طرفدار بارزانی هست که استبداد مملو از فساد در کردستان عراق فعلی درست شده و یکی از عوامل سپاه قدس هستند و یک کلمه راجع به اینها نه گفته نه نوشته و نه میگه و نه میدونه اصلا و حتی به اربیل هم سفر میکنه به خاطر دریافت پول از بارزانی. ما با همچین آدم هایی سر و کار داریم. یا مثلا شما در نظر بگیرید که کردها چه جایگاه و پایگاهی در ساختار اداری و سیاسی و امنیتی زمان شاه فقید در ایران داشتن، الان چی دارن؟ شما در نظر بگیرید ایسا پژمان اداره هشت ساواک، آقای معتمد وزیری، آقای یحیی خان صادق وزیری، آقای امان الله خان اردلان، همینجوری مثال بزنیم که کردها چه جایگاه و پایگاهی داشتن در این دوران. ولی متاسفانه این عوازل حراف مردم رو میترسونن و میلرزونن که اگه جمهوری اسلامی یا حکومت الله بر زمین نباشه، این مردم رو گرگ میخوره، همه جا تاریک میشه، آب میبره، فقط ما خوبیم. اینا چیزهاییه که من فکر میکنم به اصطلاح مردم ایران رو عروسک فرض کردن، مردم ایران رو یک انسان های بیفکر فرض کردن که اساس و پایگاه نداره و ما یک ملت داریم، ملت ایران. ولی خب اصلاح طلب ها میان از این استفاده میکنن برای تجزیه طلبی، برای ترویج تجزیه طلبی. کل گروه های تجزیه طلب تروریست داخل خاورمیانه با جمهوری اسلامی مرتبط هست، از کمیته دموکرات بگیرید که توی وصیت‌نامه خمینی اسمشون هست، خود وزیر اطلاعات در مجلس گفت ما با هم مرتبطیم، بارزانی گرفته، همینجوری بیایم تا بقیه مراحل دیگه.
اینها هیچ کدومشون دلشون برای ایران نسوخته، دلشون برای اون قومیت‌های داخل ایران نسوخته و اینها دروغ‌ها و اباطیلی بیش نیست. و من فکر می‌کنم که نسل جدید چون نگاه ملی داره ابداً به چنین چیزهایی فکر نخواهد کرد و جایگاه و پایگاهی نخواهد داشت. و من فکر می‌کنم این پرچم کردستان عراق که به اصطلاح در تظاهرات های خارج از کشور به نمایش گذاشته می شد، مردم رو ترسوند و لرزوند، و در حالی که خود همین اقایونی که تبلیغ این پرچم رو می کنن خب لطفا بوده برن در اونجا زندگی کنن دیگه، چرا میان انگلستان، چرا میان امریکا. و فراموش هم نکنید که حامیان قاچاق مواد مخدر سپاه قدس، یکیش همین بارزانیه، یکیش همین پژاکه، یکیش همین پیکه است. حامیان تروریسم سپاه قدس، یکیش همین بارزانیه، یکیش همین پژاکه، یکیش همین پیکه است. اینها رو بهتر مردم آگاه باشن، چون فکر میکنم آگاهن و بالاخره هر تبلیغی رو هم انجام بدن این ساختار پوشالی و خانه عنکبوت آخرش رو باشی میکنی. بله خیلی ممنون های آنیفر، از وقتی که در اختیار کلاپاز و پارسی قرار دادید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزار. پاینده ایران. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. کلاپاز و پارسی همیشه تلاشش بر این بوده که محتواهایی رو آماده بکنه که حداقل کمی ارزش وقت شریف شما رو داشته باشه. در هر حال لعممتون گرم، لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کلاب هاوس پارسی کمک مالی بکنن، میدونن که با فشردن گزینه تنگس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود. که در محکمه قضا میبایستی پیاده بشود در روی موازین شهر باید باشد. ممکن است در اون دادگاه قضایی the main point would be that the trial would be according to the Islamic law, but having said that other judges or lower, be it from America or other places, can also take part in this, in such a trial. But the verdict and the procedure would be according to the Islamic law. It would be very difficult to imagine that an Islamic lower would come as a lower to assist the